به تازگی ویدیوی عجیب از شهره سولتی منتشر شده و او را در شرایطی نشان می دهد که بسیار مست است و با این حال سعی در اجرای کنسرت خود دارد. در این ویدیو اتفاقاتی برای رخ می دهد و باعث ناراحتی طرفداران و کاربران فضای مجازی از وضعیت پیش آمده می شود. در ادامه به همین موضوع می پردازیم اما قبل از ادامه اگر به ویدیوهای ما علاقه مند هستید از طریق زدن دکمه سابسکرایب ما رو دنبال کنید. فاطمه زادی زاده 17 1337 که با نام شهره سلطی شناخته می شود یکی از خوانندگان مشهور ایرانی است و خواهر شهرام سلطی خواننده معروف دیگر ایرانی است و شهره در محله سرچشمه تهران به دنیا آمد پدر او از برجسته ترین نوازندگان ویولون در ایران بود و به حمایت خانواده وارد هنرستان عالی موسیقی شد تا با دنیای موسیقی بیشتر آشنا شود. شهر از همان سنین نوجوانی علاقه به فعالیت هنری نشان داد و در 15 سالگی به طور جدی وارد درسه موسیقی شد. نخستین اثر مشهور شهره ترانه دختر مشرقی بود که با شعری از منصور تهرانی و آهنگ از محمد شمس منتشر شد. اما نام شهره بیشتر با با اجرای ترانه توکنیستی بر سر زبان افتاد و او را با عنوان یک خواننده مطرح معرفی کرد. پس از ورود به دنیای موسیقی پاپ، کمپانی های موسیقی مختلفی برای همکاری با او وارد مذاکره شدند و عکس های او روی جلد مجلات معروف قرار گرفت. یکی از عوامل شهرت او اجراهایش در کابار میامی بود که در آن زمان هواداران بسیاری داشت شهره همچنین چندین بار در برنامه شوی میخک نقرهای به کارگردانی فریدون فرخزاد حضور داشت که این حضورها به شهرت بیشتر او کمک کرد در ادامه فعالیت های هنری شهر وارد دنیای سینما شد و در فیلم فریاد زیر آب در کنار داروش اقبالی به ایفای نقش برداخت همچنین برای فیلم ناتمام بادام های ترخ با داریوش ترانه ای خواند که بعدها به صورت مستقل منتشر شد و هر دو این هنرمندان را بیش از پیش مطرح کرد. این ترانه شبگرد یا عشق من نام داشت و تاثیر زیادی در محبوبیت شهره در آن زمان داشت. در سال 1356 او به همراه سعید کنگرانی مجری یک شوی تلویزیونی به نام ستاره باران شد. در این زمان رحیم علی خورم یکی از سرمایه داران دوران پهلوی که رابطه این نزدیکی با دربار داشت و صاحب پارک معروف خورم در غرب تهران بود به ماجراهای زندگی شهره وارد شد ارتباط شهره با رحیم علی خورم که یکی از مردان ثروتمند و پرنفوذ آن زمان بود بحث برانگیز شد رحیم علی خورم سرانجام در اردیبهشت سال 58 محاکمه شد و به دلیل نداشتن سواد خواندن و نوشتن دفاعیاتش به وسیله وکیلش به دادگاه ارائه شد اتهامات خورم شامل مشارکت و معاونت در قتل و ضرب و جر مار ملت مظلوم ایران از طریق زور و قدرت تأسیس قمارخانه با مراکز فساد و کسب ثروت هنگفت از این راهها بود از جمله داراییهای او شرکت آسفالتسازی هتل خورم و پارک خورم که بعدا به ارم معروف شد و دهها پارتمان و مقادر زیادی پول در بانکها بود یک از شاهدان پرونده و از کارکنان پارک خورم ادعا کرد که شهره را چندین بار در حال معاشرت با خورم دیده است اما خورم این ادعا را رد کرد و گفت من با هنرمندان و خوانندگان ارتباطی نداشتم تنها با گوگوش و پدرش دوستی داشتم و گوش مثل دخترم بود شهر در شهریور 57 پیش از انقلاب ایران برای برگزاری کنسرت با آمریکا سفر کرد و با توجه به تحولات ایران تصمیم گرفت در آنجا بماند او در ابتدا در نیویورک اقامت گزید و یک سال بعد با یک ایرانی به نام خسرو نایبی ازدواج کرد هرچند این ازدواج چندان دوام نداشت و به جدایی جامید. اما حاصل این ازدواج دختری به نام تناز بود تناز نیز در سالهای اخیر ازدواج کرده و سال گذشته صاحب دختری شد که شباهت زیادی به مادر بزرگش شهره دارد مدتی پیش محمود قربانی همسر سابق گوگوش در مصاحبه با امیر قاسمی درباره رابطهش با شهره سولتی بعد از جدایی از گوگوش صحبت کرد او گفت که شهره دوست دختر او بوده و علاقه زیادی به او داشته است مدتی بعد شهره در یک مصاحبه دیگری ندار را رد کرد و اظهار داشت که در زمان دوست پسر او فازل خداداد بوده نه محمود قربانی محمود در همان مصاحبه شهره را گستا خطاب کرده بود که این موضوع باعث ناراحتی شدید شهره شد شهره نیز بیان کرد که آقای قربانی ادعا کرده بوده که همه عاشق او بوده حتی اون نام من و لیلا فروهر را هم برده بود که به گفته شهره این ادعا نادرست بوده است در یکی از مصاحبه های قبلی قربانی مدعی شد که به دلیل گستاخی شهره به او ضربه ای زده و استخان ترقبه او را شکسته است شهره در پاسخ به این ادعا گفت آقای قربانی این جای مشت شما یک زخم است نه یادگاری شهره همچنین اشاره کرد که قربانی به پدر و مادر فوت شدی او توهین کرده و او تاکید کرد که در برابر هر گونه توهین به خانوادهش که خواهد کرد و افسود اینجا ایران نیست که بترسم و الان محمود قربانی دم در و میخواهد من رو کتک بزند شهره با کنایه اضافه کرد که قربانی به تازگی از زندان آزاد شده و زمانی که در زندان بود او مرتب از حالش جویا میشد و از طریق پسرش کامیس قربانی به او کمک میکرد است شهره بیان کرد که انتظار چنین رفتار و حرفهایی از قربانی نداشته است شهره در ادامه اشاره کرد که قربانی وقتی مشروب می نوشید شخصیت بدی پیدا میکرد در پاسخ به صحبت قربانی که گوش را به چاه نفت تشبیه کرده و گفته بود اگر برنامه گذار او در آمریکا بود فرودگاه را به خاطر ورود گوگوش میبست شهره با تمسخر گفت آقای قربانی فکر کردن اینجا هم مثل ایران است که بتوانم فرودگاه را ببندند حتی در ایران هم نمیتوانستند چنین کاری انجام دهند اگر در اینجا چنین اقدامی می‌کردند، پلیس او را دستگیر میکرد شهره همچنین به زبان ندانستن قربانی اشاره کرده و با خنده گفت آقای قربانی هنوز انگلیسی بلد نیستند و قوانین آمریکا را هم دانند ولی ادعای بهترین برنامه گذار برای گوگوش را می کنن. به تازگی ویدیوی عجیب از شهره منتشر شده و او را در روی سن در حالی که به شدت مست کرده و توانی ایستادن و خواندن را ندارد نشان می دهد. اما طی سالهای اخیر پیرامونه یکی از کنسرت های شهره سلطی در لاس وگاس اتفاق عجیب و باور نکردنی رخ داد در جریان این کنسرت یکی از لباس او دچار مشکل شده و یکی از سینه‌های او برای مدت زیادی بیرون افتاده و خودش هم متوجه جن نبود و به خوانندگی ادامه میداد که این ماجرا به یک جنجال بزرگ تبدیل شد مدتی بعد شهرام سولتی نسبت به علت بیرون آمدن سینه های خواهر از شهره سولتی واکنش نشان داد و گفت راستش را بخواهید من همیشه نسبت به خواهرم شهره غیرتی هستم مثلا در خیلی از کنسرت هایش لباس هایی می پوشد که مناسب نیست و بدنش مشخص می شود و من حسابی غیرتی می شود. به او می گویم شهره لباست را درست کن اما خب چه کنم شهره آخرش هم زورم به او نمیرسد البته ناگفته نماند که شهره هم گاهی از من انتقاد میکند و ایراد میگیرد اما خب در نهایت ما سولتی هستیم و زورمان به هم نمیرسد و هر کدام کار خودمان را میکنیم دوستان عزیز ممنون که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید اگر میخواهید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو بزنید تا برنامه بعد بدرود